هشتمین روز شهریور ماه برابر با 30 اوت، سال 1169 خورشیدی برابر با 1790 میلادی، تهیه اولین مداد جهان توسط نیکولا کنته. نیکولا کنته مخترع آلمانی برای سهولت در نوشتن از نوعی زغال نرم به نام گرافیت استفاده کرد و برای جلوگیری از آلودگی دست به هنگام نوشتن گرافیت را میان دو قطعه چوب قرار داد. بدین ترتیب مداد اختراع شد و امروزه یکی از انواع مداد که در نقاشی مورد استفاده قرار می‌گیرد به نام این مخترع به مداد کنته معروف است. سال 1250 خورشیدی برابر با 1871 میلادی، زادروز ارنست رادرفورد، فیزیکدان برجسته بریتانیایی و پدر انرژی هسته‌ای که در شهر نلسون زلاند نو به دنیا آمد و بعد از اتمام تحصیلات مقدماتیش راهی کمبریج شد و پس از چندی به سمت استادی فیزیک تجربی دانشگاه کمبریج دست یافت. رادرفورد در این هنگام تحقیقات و مطالعات خود را در راه تجزیه و تحلیل تششعات رادیواکتیویته متمرکز کرد و پس از چندی دو تابش رادیواکتیویتی ناهمانند شناسایی کرد. وی اشعه اول را که تابشی با بار الکتریکی مثبت بود و به سهولت در مواد جذب می‌شد اشعه آلفا نام داد و اشعه دوم را که تابشی با بار الکتریکی منفی بود و تشعشع کمتری ایجاد می‌کرد اما قابلیت نفوذ آن در مواد زیاد بود اشعه بتا نامید. رادرفورد همچنین پس از چندی اشعه سومی را که شبیه پرتوهای ایکس بود و نافذترین تابش را داشت پرتو گاما نام گذاری کرد. وی سپس قسمتی از اشعه صادر شده از عنصر رادیواکتیو رادیوم را در لوله‌ای جمع‌آوری کرد و پس از بررسی‌های فراوان طیف هلیوم را که عنصر دیگر رادیواکتیو است در آن مشاهده نمود. سال 1286 خورشیدی برابر با 1907 میلادی، امضای معاهده تقسیم ایران بین روسیه و انگلیس در عهد محمد علی شاه قاجار. هرچند روسیه و انگلیس از سالها قبل رقابت شدیدی بر سر منافع خود در ایران داشتند و هر امتیازی که یکی از این دو کشور به دست می آورد دیگری سعی می کرد مشابه آن را تحصیل کند، اما به ناگاه پس از انقلاب مشروطه بین دو کشور توافقی حاصل می شود که به موجب آن ایران به مناطق نفوذ تقسیم می شود. بر اساس قرارداد تقسیم ایران، منطقه مرکزی کشور بی‌طرف اعلام شد. مناطق شمال و قسمتی از غرب ایران تحت کنترل روسیه قرار گرفت و نواحی جنوبی نیز به منطقه نفوذ انگلیس تبدیل گردید. این قرارداد در حالی امضا شد که حکومت ایران به علت بیکفایتی شاهان قاجار به قدری تضعیف شده بود که روسیه و انگلیس برای انعقاد این قرارداد حتی با دولت ایران نیز مشورت نکردند. این پیمان که به قرارداد 1907 مشهور شد خشم مردم ایران را برانگیخت و مجلس شورای ملی نیز با آن مخالفت کرد. علی‌رغم امتناع مجلس از تصویب این قرارداد، نیروهای روس و انگلیس تا پس از انقلاب کمونیستی در شوروی از ایران خارج نشدند.